یکی بود یکی نبود، توی این خونه و اون خونه، همین نزدیکی‌ها و اون دورا، بچه‌ها رویاهاشونو از پنجره‌های خونه‌شون می‌فرستادن تا به آسمون. رویاهای سبز و آبی و سفید، رویاهای صورتی، زرد و گاهی هم بنفش. خلاصه رنگ و رنگ و جور و جور میرفتن اون بالاها به سمت نور. اگه گفتین تا کجا؟ تا یه سرزمین که مثل هیچ جای دیگه ای نبود، نه شلوغی داشت نه دود. اسمش چی بود؟ سرزمین لبخند. توی سرزمین لبخند از رویاهایی که میرسید قصه ها میبافتن واسه یه چار فصل سال، قصه های خوشمزه با عطر و طعم شکلات. قصه های سرزمین لبخند، قسمت دوم، بی بی اطراگین و گل آرزو. هر سال اردیبهشت رویا و پدر مادرش به خونه بی بی اطراگین می رفتن و مادر رویا از خاطرات کودکیش تو اون خونه تعریف می کرد. اما امسال وضع فرق می کرد و برنامه سفرشون لغو شده بود. برای همین به پیشنهاد پدر و اصرار مادر، بی بی اطراگین اومده بود تا همه پاییز و زمستون رو در کنارشون باشه. رویا از این اتفاق خیلی هیجان زده بود و ساک مادر بزرگ به اتاق خودش برده بود. البته بهتره بگم به اتاق خودش و مادر بزرگ. اون روز عصر مامان و بابا برای انجام کاری از خونه بیرون رفته بودن و رویا و بی بی اطراگین تو خونه تنها بودن. بی بی اطراگین یه مشت کوچیک نقل گل محمدی تو دستمال گلدار ریخت و روی میز گذاشت. رویام هرچی شکلات تو قوطی باقی مونده بود و به نقلا اضافه کرد. اون وقت بازی بگیر و آرزو کن شروع شد. این بازی رو خودشون اختراع کرده بودن، به این شیوه که هر کدوم یه خوراکی می آوردن و دونه دونه به همدیگه می دادن و اون کسی که خوراکی رو می گرفت باید یه آرزو می کرد. گاهی نخوچی کشمیش، گاهی انگور و پاستیل، گاهی هم عناب و سیب زمینی سرخ کرده. خلاصه خوراکی هایی که بشه دونه دونه برداشت رو جلشون می زاشتن و بازی می کردن. بی بی اطراگین یه نقل ریزه میزه به رویا داد و رویا گرفت و آرزو کرد که کاش زبون پرنده ها رو بلد بودم. اون موقع میتونستم بفهمم گنجشکا صبحا با این همه هیجان دارن به هم چی میگن. بعد یه شکلات به مامان بزرگ داد. بی بی اطراگین اونو تو دهانش گذاشت و گفت آرزو میکنم که سلامتی همه جای دنیا جاری بشه و دیگه کسی رنج بیماری نکشه. بعد یه نقل به رویا داد. رویا نقلو بو کرد و گفت آرزو میکنم زودتر روز تولدم از راه برسه و هدیه هامو بگیرم. بعد یه شکلات به بی بی اطراگین داد. مادر بزرگ اونو خورد و گفت آرزو میکنم همه بچه های جهان در صلح و امنیت باشن. اونا همینطور ادامه میدادن. این بار که نوبت رویا شد، چشمشو داخل لوله شکلات گردوند و گفت کاش این لوله یه تونل زمان می شد و ما رو به زمانهای دور می برد. بی بی اطراگین خندید و گفت حالا دوست داری کجا بری؟ رویا گفت دلم می خواد برم به دوران کودکی شما و ببینم چرا پدر و مادرتون اسمتون رو اطراگین گذاشتن. بی بی لبخندی زد و گفت پدر و مادرم که این اسم رو برام نذاشتن. اسم منم مثل مادر بزرگم بانو بود. اون وقتا توی روستا زندگی میکردم. مردم صبح تا شب سر زمینهای کشاورزی کار میکردن و گندم و سیب زمینی و ذرت و از اینجور چیزها میکاشتن تا برای زمستون غذا داشته باشن. منم هم درس میخوندم هم توی کارهای مزرعه کمک میکردم، تا اینکه یه روز اتفاقی افتاد که مسیر زندگی منو تغییر داد. یه روز که با خاله و دختر خالم رفته بودم شهر، پیرمردی رو دیدم با ریش بلند سفید که با یه گاری سبز سبز گل میفروخت. چه گلای خوشبو و رنگارنگی. وقتی پیرمرد فهمید که من خیلی از گلها خوشم اومده اما پولی ندارم،
یک کیف ترمه از جیب قباش در برد، توش یه مش دونه های ریز و درشت و جور و جور ریخ کف دستم و گفت اینا دونه های جادویی گل آرزو هستن، اینا رو بکار و یه روز در میون بهشون آب بده تا سبز بشن. وقتی سبز شدن هر آرزویی بکنی برآورده میشن. منم خوشحال خندون به محض اینکه به روستامون رسیدم 3 گلدون خالی از گوشه انباری برداشتم و توشون خاک ریختم و دونه ها رو کاشتم. همونطور که پیر مرد گفته بود یه روز در میونم بهشون آب دادم و رو ایوون گذاشتمشون تا آفتاب بخورن. نمیدونم چند روز گذشت، اما خیلی طول کشید، خیلی دیگه داشتم ناامید میشدم. از اون طرف خیلی زود تو همه روستا این خبر پخش شد که بانو خیالاتی شده و به جای رفتن به مزرعه وقتشو پای چند تا گلدون خالی هدر میده. آخه من بچه آخر خانواده بودم و همه خواهر و برادرام ازدواج کرده بودن و رفته بودن سر خونه و زندگی خودشون. پدر و مادرم خیلی مهربون بودن، دلداری میدادن که نگران حرف مردم آبادی نباشم. بیبی اطراگین به اینجا که رسید آهی کشید و ادامه داد. کم کم حرفای بقیه داشت رو من اثر میذاشت. یه روز که داشتم از کنار گلدونا رد میشدم دیدم یه ساقه نازک سبز از داخل خاک بیرون زده. مادر بزرگ تا اونا رو دید اشکای گوشه چشمشو پاک کرد و گفت بالاخره گل آرزوام جوونه زده. از اون روز به بعد بیشتر و بهتر از گلدونا مراقبت کردم. کم کم جوونه های بیشتری سر از خاک در آوردن. دیگه گلدونا برای این جوونه ها کافی نبود. با کمک پدر و مادرم یه باغچه کوچیک پایین ایوون خونمون درست کردیم و خاک گلدونا رو به باغچه منتقل کردیم. بذرها و جوونه ها هم که جاشون باز شده بود به سرعت رشد کردن و چیزی نگذشت که یک باغچه پر گل داشتم. از اون به بعد دیگه هیچ وقت برای کار به مزرعه نرفتم. گلها رو به شهر میفرستادم و با پول فروششون هر چیزی که لازم داشتیم میخریدم. شبها کنار باغچه مینشستم و آرزوهامو به گلهای آرزو میگفتم. آرزوی داشتن کتابی درباره نگهداری از گلها، آرزوی خوب شدن بیماری مادرم، آرزوی اینکه یه گلخونه بزرگ داشته باشم. آرزوهام دونه به دونه برآورده می شدن. بعضی هاشون خیلی زود، برای بعضی هاشون هم باید صبر می کردم. یه بار آرزو کردم که دامن پفی پر از گلای واقعی داشته باشم. بعدم مادرم بهم کمک کرد و با هم یه دامن دوختیم که دور تا دورش جیبای کوچیکی داشت که می شد توش پاکتهای کوچیک گل گذاشت. هر صبح دامنم پر از گل می کردم و تو روستا می چرخیدم و به هر کسی که می دیدم یه شاخ گل می دادم. اون روزا همه حیات و انباری و پشت بوم خونمون تبدیل شده بود به گل خونه. گلهای آرزو حال خیلی ها رو خوب می کرد و چیزی نگذشت که دیدم همه مردم اطراگین صدا می کنن. وقتی روستای ما تبدیل شد به روستای پرورش گل، یکی دیگه از آرزوهامم برآورده شد، چون آرزو کرده بودم مردم مجبور نباشن انقدر کار کنن و بتونن دور هم شادی کنن و جشن بگیرن. مردم از شهرهای دور و نزدیک میمدن تا دختر اطراگینی که گل آرزو پرورش میداد رو ببینن. رویا پشت سر هم سوال میکرد اون روستا هنوزم هست؟ اون پیرمرد امون روز بود مگه نه؟ گلهای جادویی چی شدن؟ اصلا اون گلها واقعا جادویی بودن؟ آرزو برآورده میکردن؟ بابا میگه جادو فقط تو قصه هاست. بیبی اطراگین لبخندی زد و به قوطی شکلات که هنوز تو دست رایا بود اشاره کرد و گفت به نظرت این قوطی جادویی بود یا نه؟ آرزو تو برآورده کرد یا نه؟ تو رو برد به دوران کودکی من و راز اسمم رو فهمیدی یا نه؟ رویا
انگار که کشف بزرگی کرده باشه، از روی صندلی پایین پرید و گفت: آره آره آره، راست میگی مامان بزرگ، آرزوی من برآورده شد. از یه راهی که اصلا حواسم هم بهش نبودا، از تونل زمان خاطرات. خب بچه ها، منتظر باشید که فرمند بازم براتون قصه داره، قصه هایی از سرزمین لبخند با صدای شیرین آقای بهرام شاه محمدلو.